حضرت نوح میتونست معجزش یه معجزه عجیب قریب مثل راه رفتن رو آب باشه نه 80 نفر رو نجات داده دیگه این نفر مثلا رو آب بایس. اصلا 800 نفر رو آب وایس قشنگ هر چی بیشتر بهتر خدا که برمیاد سری یه پیغمبر دیگه می کار انجام داده اما معجزه حضرت نوح مبتنی بر مکانیک سیالات عمد داره خدا در اینجا دو تا نگاه وجود داره آب زیاد بشه چیکار کنیم پسر نو میریم بالای کوه حضرت نو اگر یه موجی اومد از کوه هم بیشتر بود چی اگر آب اومد کوه هم رفت زیر آب چی من یه ایده بهتری دارم روی چوب بشینیم میکنه که سیالات میگه این چگالیش کمتره هر چقدر آب میخواد بیاد زیرش بیاد این روی آب همشه و جالب اینجاست این مکالمه رو ما میبینیم در آیات میگه میرم بالای کوه تا میگه کوه آیه قرآن اینه میگه یه موجی آمد کجبله اندازه کوه حالا کار میکنیم؟ من نوک خیلیم راحته ست تا کوه بیاد من روی آب هم میشه این نشون میده که ما اس دین نیامده این علم زمین رو نفی کنه این بخشی از دیانت ماست ما هم از این بهره میبریم بلکه نگاهمون اینه اگر امر الهی تو تجربه تو این خب ماجرا کشتی اینو کجا شگرفته میگن در نجف بوده حالا نجف نبوده هر جای دیگه بوده از خود آیات برمیاد که محلی بوده که خوب بارندگی رو نداشتن چون حضرت نوح میگه اگه آدم بشید من میگم برای شما بارانهای مکرر بیاد یعنی معلوم اینا مشکل خوشسالی داشتن بعد خوب کار عجب غریبی کرد که بزرگترین کشتی تاریخ رو تا اون موقع حداقل رفت وسط بیابون ساخته هر کی رد میشد میداد تفاصیل دادم که نشون میدادن بعد پدرم گفتن این دیونه رو میبینی علی واسه بر گفت دیونه رو میبینی بابا میگفت با این کاری نداشتم به بچت بگو خب واقعا هم از نظر یه ناظر زمینی و دیونه دیگه وسط بیابون داره یه کشای قایق هم نمیشه ورش داری به داری یه رودخونه ای یک بزرگترین کشتی که تا حالا بشری به خودش دیده تو داریم چل سال میگه طول ساختن کشتی این اتفاق داشته باشید اما امر الهی بعضی موقع 950 سال طول میکشه قرآن هم عمدن نمیگه 950 دقیق فهمدیم میگه هزار پنجا تا کم چرا میخواد عدد هزار تو ذهن من شما بکاره بعضی موقع امر الهی عقب میفته مثل غیبت امام زمان که عددش رو هزار خورده ایه خالی تو ذهن اما تو خالی نکن تو بمون تو کشتی تو بساز یه روز داشتم میرفتم سیل لورستان که اتفاق افتاده بود رفتیم بعد سر زدن ما عزیزی که همراه ما بود یک جاهایی رو نشون میداد میگفت ببین از اینجا تا اینجا آب بود یعنی تمام این پولایی که ما ساخته بودیم همه زیر آب همه همه زیر آب ما زمان که راهیان نور هم میرفتیم اونجا رد میشدیم همیشه این پل دختر اونورا که میرسیدیم برای من سوال بود میگفتم این ساسانی هم دیوونه بودن نکه نوک کوه رفتن پل ساختن اونها دوره های این سیل 200 ساله 300 ساله نمیدونم چند سال س... چند ساله رو داشتن ثبت کرده بودن میگفتن درسته اون بالا سختره بعد بریم بالا دوباره بیایم پایین اما مسونیم و جالب اون پل هنوزم سالمه بعد این سیل پلای بتونی که ما ساختیم همه رو جمع کرد برد بعضی موقع امر الهی فاصلش زیاده حضرت نوح منطقه میگه اگر شما فرض کن ما یه سیلی داریم هر 4000 سال یه بار میاد که کوه میره زیر آب اون موقع چی میگی که از دایره استقراب استنتاج تو خالیه وقتی به آیات قرآن نگاه میکنیم میبینیم همین علم زمینی به رسمیت شناخته شده ازش بهره بردیم اما همه چیز این نیست همه چیز این نیست کسی که به وحی وصل بیشتر رو میبینه